از طرف تمام خانواده صد سلم پارس به خانه شما و به تمام دوستان شما عید نوروز مبارک میگم. امیدوارم در این سال نو فیض و رحمت خدا را تشخیص بدید و بدونید که تنها نیستید. ما میدونیم که در این روزها زندگی های خیلی های شما آسون نیست. میدونیم که این سالی که پشت سر گذاشتید سال بدی بود از خیلی لحاظ، اما امید ما این هست که خداوند ما عیسی مسیح با من شما هست و میدونیم که در این روزها میتونیم اون رو تجربه کنیم. من خاطرهای خیلی خوبی دارم از بچگیم که در تبریز زندگی میکردم. نوروز که میامد بابام که رئیس بیمارستان مسیح تبریز بود، خب ما خیلی خانوادهایی بود که سر میزدیم و میرفتیم خونه های ایرانی که خونه تکونی کرده بودن، خونه هاشو تمیز کرده بودن، بچه ها همه لباس جدید داشتن و چای و شیرینی خوردیم و آرزو کردیم برای همدیگه که سال نو تازه باشه. دوستی خیلی مهمه، اعتباط هایی که ما در مسیح داریم خیلی مهمه و چیزی که میخوام بهت بگم که مسیح هست که آن ضرری که گناه کرده در زندگی های ما میتونه شفا بده و بهتر بکنه. اعتباط های شکسته رو میتونه شفا بده، دل های شکسته رو میتونه شفا بده. پس ما ممنونیم که شما وقت پیدا میکنی در روزت که در برنامه های ما شرکت بکنید و مطمئنم که میدونی که عزیزان که توی این برنامه هستن با دل و جان آرزو میکنن که شماها فیض خداوند را خوب بشناسی و با قوت او زندگی کنید و ما دعا میکنیم براتان، دعا میکنیم که در این سال نو خداوند حفظت کنه و خانوادت مریضی کرونا نببینه و اگر مریض باشی شفا زود بیاید. دعا میکنیم در خانوادتان اگر جدایی هست، اختلاف هست، که خداوند شفا بیاره. دعا میکنیم در خانوادشون اگر کسانی هستن که شک پیدا کردن و ایمانشان صحب شده و نمیتونن به خدا نگاه کنن، دعا میکنیم در این سال نو این خبر خوش مجره مسیح را به دو گوش تو برسه و تو بفهمیم. ما دوستتون داریم و ممنونیم که با ما هستی در این لحظه ساعتهای تازه و دقیقهای تازه سال نو و دعا میکنیم که با ما بمونید و چون که در این شبکه شما از امید خدا میشنوید، از محبتش میشنوید و میخوام بدونید که ما شما دوست داریم و خوشحالیم که با ما هستید. سال نو مبارک باشه برای ترک زبان ها، سیزن بایراموز مبارک اوسون. آرزو میکنیم این سال نو سال پیروز باشه، سال خوشی خداوند باشه. تا بعد، خداحافظ.